دهمین روز بهمن ماه برابر با 30 ژانویه، سال 1234 خورشیدی برابر با 1856 میلادی، در گذشت هاینریش هاینه، ادیب و شاعر آلمانی که در خانواده یهودی در آلمان به دنیا آمد و در جوانی بر اثر فشارهایی که به یهودیان در آلمان وارد می‌شد، به پاریس رفت و در آن شهر اقامت گزید. هاینه در 16 سالگی نخستین شعر خود را سرود. ناکامی‌های عاطفی هاینه در طول زندگی باعث شد تا او بزرگترین اثر ادبی خود، قطعه معروف اینترمتسو را به وجود آورد. هاینه شاعری رمانتیک بود و تار و پود حیاتش از عشق و دردهای انسانی ساخته شده بود، به طوری که شاید هیچ شاعری در این باره به اندازه او متأثر از عمیق‌ترین احساسات انسانی نبود. بیسمارک صدر اعظم آلمان با همه دشمنی که با طرز فکر هاینه داشت، او را بزرگترین شاعر غزلسرای آلمان نامید. سال 1259 خورشیدی برابر با 1881 میلادی، زادروز مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورک که به معنی پدر ترک ها و بنیانگذار جمهوری لایک ترکیه می باشد. او از جوانی وارد نظام شد و در جنگ علیه ایتالیا در لیبی و سپس جنگ بالکان شرکت کرد، ولی بزرگترین پیروزی نظامی او که موجب شهرت و محبوبیت وی در میان نظامیان ترک شد، شکست دادن نیروهای فرانسه و انگلیس در نبرد گالیپولی بود. او بعد از این جنگ نیز در مراحل نهایی جنگ جهانی اول در قفقاز و روسیه جنگید و پیروزی هایی به دست آورد. آتاتورک پس از جنگ جهانی اول در رأس افسران جوان ناسیونالیست طی کودتای امپراتوری عثمانی را منحل کرد و با تشکیل دولت موقت انقلابی در آنکارا جمهوری ترکیه را بنیان نهاد. مصطفی کمال سپس سلطنت و خلافت را در امپراتوری عثمانی که جز سرزمین کنونی ترکیه چیزی از آن باقی نمانده بود لغو کرد و به عنوان اولین رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد. سال 1326 خورشیدی برابر با 1948 میلادی، ترور مهندس کرام چند معروف به مهاتما گاندی، رهبر آزادیخواه هند که در سواحل غربی هند به دنیا آمد. وی فارغ التحصیل رشته حقوق از انگلستان بود و مدتی نیز در بمبئی به کار وکالت پرداخت. گاندی برای مدتی به آفریقای جنوبی رفت و طی 7 سال اقامت و کار وکالت در آنجا رهبری نهضت مبارزه با تبعیضات نژادی در آفریقای جنوبی را در دست گرفت. وی سپس به هند بازگشت و پس از عضویت در حزب کنگره هند به رهبری آن انتخاب شد. در این زمان گاندی به عنوان یک رهبر مردمی مبارزه سیاسی آرامی را با استعمار انگلیس در هند آغاز کرد که به مقاومت منفی معروف شد. نهضتی که گاندی آن را تبلیغ می کرد مبتنی بر عدم خشونت، تمرد از قوانین استعمارگران، عدم تقبل پست های دولتی، عدم همکاری با ماموران انگلیسی و تحریم کالاهای بریتانیایی بود.